بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عالم همه مات از وفایت عباس، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس. با آن که به حق جان جهان است حسین، با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. برادران و خواهران گرانقدر، بینندگان محترم، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. در شبهای گذشته که مصدع اوقات دوستان بودم، از زیبایی هایی که حماسه عاشورا به همراه داشت از منظر بزرگبانوی اهل البیت و حماسه عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها با هم مطالبی رو در میان گذاشتیم. امشب در ادامه اون مطالب میخوام برای دوستان رمز جاودانگی حماسه عاشورا رو بیشتر بشکافم. ببینید دوستان، زمان یک حالت فیلتر و یک حالت صافی داره، غربال داره. هر چیزی که با خواسته های طبیعی بشر مطابقت نداشته باشه غربال میکنه و کناری میاندازه. شما ببینید چقدر حوادث گوناگون در طول تاریخ اتفاق افتاده، ولی الان نه اثری ازشون هست نه یادی ازشون میشه. ولی از اون طرف همه حوادثی که با خواسته های طبیعی بشر مطابقت داشته، اینها پا بر جا هستن. حالا منظور از خواسته های طبیعی بشر چیست؟ خواسته های بشر بر دو قسم کلی خواسته های طبیعی و غیر طبیعی تقسیم میشه. خواسته های طبیعی اونهایی هستن که در ذات بشر گذاشته شدن و قابل تغییر نیستن. همه افراد و اقشار مختلف انسان ها طالب جمال و زیبایی هستن، این قابل تغییر نیست. این یکی از خواسته های طبیعی بشره که چون مطابقت داره با اون چیزی که خداوند تجلی خودش رو در بشر نشان داده، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره و در نتیجه این رو در بشر به ودیعه نهاده به عنوان خلیفه خودش. انسان ها همه طالب پژوهش و تحقیق و به دست آوردن اطلاعات جدید هستند. اینم باز از اون ودیعه هاییست که خداوند در وجود ما نهاده، قابل تغییر نیست. انسان ها همه از انسان های معمولی، انسان های متعالی، انسان های ظالم، همه و همه
از عدل و دادگری خوششون میاد. حالا ممکنه که یک شخصی باشه که این حتی جانی باشه، ولی هنوز در نهادش این هست، از عدل و دادگری، عدل و دادگری رو دوست داره. اینها ماندنی هستن. ولی خواسته های غیر طبیعی بشر، اونایی که خود بشر ابداع میکنه، اختراع میکنه، اینها در یک زمانی به اصطلاح مهلت و یک مدت انقضا دارن، میان وقتی بشر به اون خواسته میرسه دیگه فراموشش میکنه. اینا خواسته های غیر طبیعی بشر هست. خب پس اون چیزهایی که ماندنی است باید با خواسته های طبیعی بشر وفق بکنه و حماسه امام حسین یکی از اونهاست. حماسه امام حسین یک حماسه قبیله‌ای و برای یک زمان محدود و برای یک از بحضور شما که منطقه محدود نبوده، برای تمام انسان‌های جهان بوده که با اون چیزی که خداوند در فطرتشون قرار داره مطابقت میکنه. خداوند هم در قرآن میفرماید که شما اگر یک آبی سیلابی رو که از یک کوهی روان میشه در نظر بگیرید، وقتی که این آب به این سنگهای مختلف برمیخوره و بالاخره یک راهی برای بستری برای خودش پیدا میکنه، میبینید که یه مقداری کف روی آب هست. این کفهای روی آب رفتنی هستند، گرچه برای یه مدتی زیبا و جلوه‌گر هستند، ولی اینها ماندنی نیستن. اون چیزی که ماندنی است، اون چیزی است، اون آب زیرین این کفهاست که برای بشر منفعت داره. پس سنت خدا بر این است که هر چیزی که برای بشر منفعت داشته باشه باقی بمانه. و چون حماسه امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش که شروع شد، اغلب حماسه های عدالتی دنیا که در جلوی زور ایستادن نشأشون از همون حماسه امام حسین علیه السلام گرفته شده، همین جوری که شما شنیدید گاندی این رو بهش اعتراف میکنه. خب حالا در ما چند نفر ممکنه که یه موقع انسان ها فکر کنن که خب ما تعدادمون کمه، تعداد امام حسین ها کمه، یا اصلا نیستن دیگه، امام حسین یه چیزی بود تمام شد و مثالش دیگه پیدا نشد. ببینید دوستان، چرا ما معتقدیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط منتظر 313 نفره؟ به خاطر اینکه این ثابت شده که ما تعداد آدم‌هایی که خوب باشن زیاد لازم نیست باشن، چون هر یک انسان خوب میلیون‌ها نفر رو میتوانه خوب کنه. یک ژورنال خیلی معتبری در امریکا منتشر میشه به نام Journal of Conflict Resolution، اینو تو کتابخانه‌ها می توانید پیدا کنید، Journal of Conflict Resolution. این ژورنال در شماره 4 سال 1988، دسامبر 1988، جلد 33، شماره 4، صفحه 778، یک مقاله چاپ کرده که واقعا این مقاله خواندنی است. آمدن یه سری تحقیقات کردن که برای اینکه یک جامعه ای رو، انسانهاش رو به یک درجه متعالی برسانن چه تعدادی نیرو لازم هست. این رو آمدن در کشورهای مختلف از جمله کشور لبنان آمدن بررسی کردن. خب مقاله خیلی زیباست اگه دوستان مراجعه کنن، ولی به این نتیجه رسیدن که فقط جذر، یعنی رادیکاله، 1% پاپولیشن کافیه. یعنی 1% هم نه، یعنی شما لازم نیست از یک جمعیت 1% خوب باشه، رادیکال 1%، یعنی یه عدد خیلی کوچیک،
بعد برای اینکه این عدده رو یه مقداری بسش بدن گفتن ما به ازای هر 1 میلیون نفر به 100 نفر انسان خوب نیاز داریم که اون 1 میلیون رو خوب کنه. که وجود 100 نفر در یک جامعه 1 میلیونی اون جامعه 1 میلیونی رو به بالا ارتقا میده. حالا اینها از نظر علمی با اطلاعاتی که خودشون داشتن. خب ما مسلماً 1 امام حسین کافیه برای تمام دنیا، اون بر اساس اعتقاداتی که ما داریم. ببینید همون جوری که قرآن میفرماید که با مردم شما وقتی که اونها رو دعوت میکنید اول آگاهی بخشی بدید، اول آگاهشون کنید، چون خیلی از مردم غافلن، جاهلن. بعد موعظه زیبا بکنید، بعد به یه صورت خیلی زیبایی بهشون نصیحت کنید، و بعد اگر نشد به اینها اگر مجادله میکنید، اگر بحث و گفتگو میکنید، این رو به یک نحو احسن انجام بدید. این خدا راهی است که قرآن و خداوند برای ما مسلمان ها گذاشته که دیگران رو چگونه دعوت کنید. شما به حماسه عاشورا نگاه کنید، میبینید اول با آگاهی بخشی شروع میشه. اول امام حسین علیه السلام میفرماید من خروج میکنم برای اصلاح دین جدم، یعنی داره آگاهی میده به مردم، و برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر، چرا که حضرت میبینن که امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم از بین رفته، و این نیاز، یعنی اگر برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر، امام حسین این رو میفرماید نیاز داشته باشه که من خودم و خانوادم رو قربانی کنم، میکنم، چون این امر یک امر بسیار مهمه برای جامعه مسلمان ها. و بعد هم میفرماید برای احیاء دین جدم حضرت پیغمبر رسول مکرم اسلام. همین جوری که امام حسین در منزل‌های مختلف می‌آمدن آگاهی بخشی می‌کردن به مردم، و اینها همون زیبایی‌هایی است که حضرت زینب سلام الله علیها می‌دیدند. در یکی از منزل‌ها که توقف می‌کنند می‌فرمایند، این خیلی با امروز جامعه ما وفق داره، می‌فرمایند هر کس سلطان جائری را ببیند، هر کس سلطان جاهری رو، یه پادشاهی، یک رئیس جمهور ظالمی رو ببینه که حلال الهی را حرام و حرام خداوند را حلال کرده و پیمان با پیغمبر را شکسته و در مقابل فرمایشات پیغمبر عکس العمل از خود نشان میدهد، و اگر افراد در مقابل این سلطان جائر عکس العمل نشان ندهند ملحق به او می شوند. هر کس سلطان جائری را ببیند که حرام الهی را، که حلال الهی را حرام و حرام الهی را حلال کرده و پیمان با پیامبر را شکسته و عکس العمل نشان ندهد ملحق به او می شود، و برای همین من از همه سزاوارترم که جلوی سلطان زمان خود بایستم. دیگه از این واضح تر فکر نکنم پیامی رو میشد بدید. خب دوستان، ما در حماسه عاشورا شکوه و جلال انسانی رو در زیباترین و عالیترین مرحله خودش میبینی، و از اون سمت سقوط و رذالت انسانی رو در پستترین نقطه خودش مشاهده میکنی، چون انسان قابلیت این رو داره که به اسفل و سافلین بره، از حیوانات و از هر چیزی که شما فکر میکنید پستر بشه، و قابلیت این رو داره که به اعلی علیین بره و از ملائکه
سر بکشه. ما این رو در روز عاشورا هر دو شقش رو میبینیم. شما میبینید که در طول تاریخ چقدر انسانهای ظالم و جائر آمدند که این حماسه امام حسین رو از ذهن مردم پاک کنن. چه ظلم ها که نکردن، چه پول ها که خرج نکردن که این حماسه رو به فراموشی بسپارن. ولی همون جوری که ما میدانیم، همون جوری که خداوند میفرماید که من این قرآن رو نازل کردم و خودم حفظش میکنم، امامان معصومین هم قرآن ناطق هستن. خداوند اونها رو خودش حفظ میکنه و همچنین حماسه هاشون رو، و به همین دلیله که میبینید که هیچ وقت فراموش نمیشه، هیچ وقت تا زمان باقیست حماسه امام حسین هر روز درخشانتر میشه تا اینکه از یاد بره. و شما میبینید که در عرض چند روز این دانشگاه امام حسین چه محصولاتی تحویل جامعه داد. نمونه واضحش حر ابن یزید ریاحی، یک مرتبه از جناح تاریک و کفر به جناح روشن و نورانی و کمپ امام حسین میپیونده. این حاصل یک درس هایی است که در این چند روز ایام محرم و تا روز عاشورا داده میشه. و حر ابن یزید تنها نبوده، خیلی از افراد کمپ دشمن به کمپ امام حسین میپیوندن. اون تا خب تاریخ به عنوان یزید چون سردار اینها بوده، این سردار رو خیلی همه اسمش رو و داستانش رو میشنن، به یادشون هست. و ببینید که وقتی که یک انسان بر سر دوراهی قرار میگیره و راه درست رو انتخاب میکنه به چه مقامی میرسه، که امروز هر کسی که اسم حر ابن یزید و داستانش رو میشنوه به اون احسن میگه. شما کربلا مشرف بشید، برید ببینید که چه دستگاه و چه بارگاهی دارن برای حر درست میکنن. اینها به خاطر اون احترامی است که انسان به اون شخصیت این بزرگوار میذاره که در سر دوراهی قرار گرفت و تصمیم گرفت که راه حق رو انتخاب کنه. از اون ور سعد ابن ابی وقاص، این فکر نکنید نمیدانست امام حسین بر حق، میدانست، منتها اونم بر سر دوراهی قرار گرفته بود و اون راه غلط رو انتخاب کرد. اونم میدانست چون داشت همش نامه مینوشت به کوفه که حالا امام حسین همچین خیلی هم وضعیت مشکلی نیست برای ما، شاید با مذاکره بتوانیم حلش کنیم، چون میدانست که این حقه. ولی وقتی که یادش میامد که حکومت ری و گرگان رو و تهران رو میخوان بهش بدن، بعد این وسوسش میکرد، نتوانست وسوسه مسائل دنیوی اون رو از راه راست به عقب برگردان. میدانی داستان این بود که نامه مینوشت که بیاید با مذاکره قضیه رو حل کنیم. بعد یه دفعه شمر اونجا بود، گفت این به حرف این گوش ندیدا، چون که این اگر امام حسین رو اینجا از دست بدید دیگه نمیتوانید پیداش کنید. اون حاکم کوفه هم یه نامه نوشت داد دستش ابن زیاد، گفت ببر، اگر سعد کار رو انجام نداد خودت انجام بده و سر سعد رو هم برای من بیار. وقتی که شمر آمد اونجا و به سعد گفت که حاکم اینجور دستور داده، بعد سعد دیگه در سر اون دوراهی یه دفعه راه غلط رو انتخاب. دوستان فکر نکنید که ما در سر اون دوراهی ها قرار نمیگیریم، ما قرار میگیریم و باید خیلی حواسمون جمع باشه. خیلی مهمه که وقتی بر سر اون دوراهی ها قرار میگیریم راه درست رو انتخاب کنیم. خب دوستان، من چون وقت کمه 10 تا از درس هایی رو که ما می توانیم از حماسه عاشورا بگیریم سرتیتراشو اینجا نوشتم که به یادگار برای شما باقی بذاره. امام حسین قهرمان قهرمانان که مفسر آزادی و آزادگی است. هیچ کس زیباتر از امام حسین در طول تاریخ آزادی رو نتوانسته تعریف کنه، که می فرماید ای مردم اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، و آزادگی رو تعریف می‌کنه. هی حاد من نزله، من زیر بار
بند و گرفتاری نمیرم. من انسانی هستم که خدا من رو آزاد آفریده و آزاد میخوام زندگی کنم. این پرچمدار عدالت با ایثار خون خود و یارانش به ما آموخت که یک، حیات انسانی نباید بازیچه هوس‌های کام وران قرار بگیرد، نباید اونهایی که انسانهایی که به دنبال شهوت و به دنبال آمال و آرزوهای خودشون هستن، حیات انسانی، انسانی که خداوند اون رو بهش کرم و افتخار عنایت کرده رو در بند کنن. انسان ها نباید بذارن این اتفاق بیفته. دو، در قوانین اساسی مسئله اکثریت و اقلیت وجود ندارد. یعنی وقتی که یک مطلبی، یک قانونی قانون الهی است، اینجا نمیشه که مردم بگن ولی اکثریت این کار رو نمی کنن، اکثریت یک راه دیگه ای رو دارن میرن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. خیر، وقتی که یک قانون قانون خداونده، دیگه اکثریت و همونجوری که خداوند در قرآن هم میفرماید اگر شما دنبال حضرت پیغمبر میفرماید که شما اگه دنبال اکثریت برید شما رو به ضلالت میکشن. اینکه یه عده زیادی دارن این کار رو، این از وسوسه های شیطانه که هر وقت میخواد یک عده رو گول بزنه میگه ببینید همه دارن این کار رو میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نیامده و بار خودشون رو هم بستن. امام حسین به ما به اون تعداد کمش نشان داد که من 72 نفر و من در مقابل 30,000 نفر که با دندان مسلح بودن. اینجا مسئله این نیست که ما بگیم چون اونا 30,000 نفرن پس لابود اونا درست میگن، اونام که مسلمان بودن به ظاهر. سه، برای رسیدن به عالی ترین جلوگاه و مقام انسانی، امام حسین این درس رو به ما میده، برای رسیدن به عالی ترین مقام یک انسان کافی است که انسان از خود بپرسد من در چه موقعیتی قرار دارم. مثلا یک انسانی که فرض کنی نعوذ بالله به راه غلط رفته، یک راهی رفته که حالا یا گول اجتماع رو خورده، گول اکثریت رو خورده، یا به هر دلیلی یک انسانی که در راه اشتباه قرار گرفته، این باید از بشینه فکر کنه بگه من در چه موقعیتی هستم؟ آیا من در راه فطرتی که خداوند در ذات من گذاشته دارم قدم برمیدارم یا مخالف اون دارم قدم برمیدارم؟ مثل خر ابن یزید ریاحی که در یک لحظه تصمیم گرفت و تصمیم درست رو گرفت. چون حر اگر تو همون کمپ، حر از سرداران لشکر بود، اگر تو کمپ دشمن باقی میمان مسلماً بعد از این اتفاق درجات خیلی بالایی بهش میدادن، ولی فکر کرد که در راه غلط انسان نباید ارتقا پیدا کنه. چهار، انسان میتواند با قربانی کردن خود قوانین انسانی رو تضمین کنه. حالا این قربانی کردن خود نباید که انسان همیشه، مثلا منظور از قربانی کردن این نیست که انسان بره به شهادت برسه تا قوانین انسانی تضمین بشه، این با خودکشی نفس خود. چون کسانی که در راه غلط قرار میگیرن نفسشون اون راه رو براشون تزیین میکنه، یعنی خیلی اون راه رو زیبا میبینه، ولی انسان وقتی نفس خودش رو بکشه اون موقع است که حقیقت رو میبینه. یعنی بگه بله من دلم این رو میخواد، خیلی هم این برای من لذت بخشه، ولی آیا این با قوانین انسانی، این با انسانیت مطابقت داره یا مطابقت نداره؟ حالا هم این قانون رو وقتی که به فکر درست میرسه همین قانون رو برای خودش تضمین میکنه و هم برای کسانی که در این راه هستن. مثلا میبینن یک شخصی که مثلا در یک کاری غلطی بسیار هم پیشرفت کرده بود،
یک مرتبه برگشت. میگن خب، نگاه میکنن میگن حتما اگر این برگشت یک مشکلی در کار مام، بریم نگاه کنیم ببینیم داستان از چه قراره، شاید مام در راه غلط هستیم. و همین جوری است که انسان ها برمیگردن به راه درست، و خداوند هم مسلما وقتی که انسان بشینه فکر بکنه بهش کمک میکنه. شک نکنه. 5. ارتکاب به قصاص قبل از جنایت صحیح نیست. شما میدانید که امام حسین علیه السلام جنگ رو شروع نکردن، اولین تیر رو سعد پرتاب کرد، از لشکر دشمن تیر پرتاب شد و امام حسین شروع به دفاع کردن. حتی در یک جاهایی که دشمن گیر کرده بود و آب بهش نمی رسید، یه عده گفتن که خب الان موقعشه که ما حساب اینها رو برسیم. حضرت فرمود خیر، ما برای جنگ نیامدیم، ما برای صلح آمدیم، ولی در این راه صلح اگر به ما حمله کنن از خودمون دفاع میکنیم. چون این قانونی است که از پدرش حضرت علی علیه السلام آموخته بود، خداوند درسی بود که به پیامبر داده بود که انسان باید در مقابل ظلم از خودش دفاع کنه. 6. وحدت در ایدئال انسانها را به یک پیکر تبدیل می کنه. این با این واقعا جا داره راجع به این جمله یک ساعت صحبت کرد. روز عاشورا انسانهای مختلف اونجا نبودن، هر کی بود امام حسین بود، یعنی همه شده بودن امام حسین، هر چی که ایشان میفرمود همه فقط پیرو امامشون بودن. چرا؟ چون همه همون فکری رو دنبال میکردن که امام حسین دنبال میکرد، وحدت پیدا کرده بودن در اون ایدئال خودشون، همه میخواستن آزادی و عدالت رو برای بشر به ارمغان بیارن. 7. تن به ذلت دادن در قاموس مردان خدا محکوم است. یعنی یک مرد خدایی، یک عالم ربانی، یک انسانی که خودش رو وابسته به خدا میدانه، این هیچ وقت تن به ذلت نمیده به هر بهایی، به هیچ وجه. چون میدانید انسان ها دوستان هر کدام یک قیمت خاصی دارن. یه عده هستن که مثلا دروغ نمیگن تا یه مبلغ خاصی، مثلا فرض کنید حالا اگه منفعتی در یک کاری هست که با دروغ میشه به دست آورد، تا مبلغ 10,000 دلار اینا میگن نه ما دروغ نمیگیم، ولی اگر این مبلغ شد 500,000 دلار میگن حالا شاید اینجا صلاح باشه یه دروغی بگیم، ولی با این 500,000 دلار میدانید چقدر کارهای خیریه میشه انجام داد. اینجاست که میفرماید که ذلت، تن به ذلت دادن در قاموس مردان خدا محکوم است، یعنی به هیچ وجه تحت هیچ قیمتی از قوانین خدا سرپیچی نمی کنه. و این نمونش امام حسین بود. امام حسین علیه السلام اگه بیعت میکرد، هم خودش هم یارانش از لحاظ زندگی دنیوی به زندگی بسیار مرفعی براشون فراهم میشد، چون پیغام فرستاده بودن، گفته بودن ما زیباترین دختران عرب رو بهت میدیم، ما قصرهای به اصطلاح مدینه و کوفه و شام و هر کدام که بخوای در اختیارت قرار میدیم. ولی امام حسین هیچ کدام از اینها رو قبول نکرد، همینجور که جده بزرگوارش قبول نکرده بود. اتکا شماره 8، اتکا به خداست که به زندگی معنا میبخشه. دوستان اگر انسان رابطه، اولا قطع کردن رابطه با خدا خیلی آسانه، خیلی بسیار آسانه، پس انسان باید خیلی مواظب باشه، ولی به محض اینکه انسان رابطهش با خدا قطع بشه دیگه زندگی براش معنا نداره، زندگی یه چیز خیلی بی‌معنایی میشه. این نمونش این آقای وقت داره میگذره ولی اینو بد نیست بگم، این آقای مل گیبسون که فیلم پشن آف کرایست رو درست کرده بود، یک مصاحبه باش کردن، گفتن شما چجونه شد که رفتی یه مرتبه از یک
کارگردان بزرگ هالیوودی رفتی دنبال این و این همه مشکلات برای خودت درست کردی با این قومی که علیه این فیلم بودن. گفت من یه روزی در استرالیا در یک هتلی زندگی می کردم، شب از پنجره بیرون رو نگاه کردم و به فکر فرو رفتم. دیدم من اینقدر ثروت دارم که اگر برای بقیه عمرم هر شب رو بخوام در یک کشور در بهترین هتل هاش زندگی بکنم، من ثروت دارم که این کار رو بکنم. ولی در خودم احساس پوچی می کردم، احساس میکردم زندگی برام بیمعناست. میدیدم انسانهای دیگه با یک صد هزارم ثروتی که من دارم چه زندگی های زیبایی میتوانند داشته باشن، ولی من این احساس رو نداشتم. بعد فکر کردم پس یه چیزی در زندگی من گم شده. بعد دنبالش رفتم و خدا رو پیدا کردم و وقتی که خدا تو زندگی من آمد، این فیلم رو که ساختم، میدانید بعد از ساختن این فیلم ایشان رو ممنوع کار کردن، دیگه نمیتوانست در سینمای هالیوود کار بکنه، ولی گفت حالا زندگی برام معنی پیدا کرد. حالا در اون راهی که البته خودش فکر کرده. شماره 9، امام حسین به ما یاد دادن که عظمت انسانی هیچ حد و مرزی نمیشناسه. انقدر انسان میتوانه بالا بره، بالا بره، بالا بره و هیچ وقت متوقف نشه تا به خدا برسه. و شماره 10 این است که تاریخ انسانی یک شخصیت مخفی دارد. یعنی امام حسین به ما یاد دادن که فکر نکنید همین جوریست که انسان اگه در یه جایی شکست بخوره تمام شد. تاریخ اون جریانات حق رو بالاخره میاره به بالا و به همه نشان میده. فکر نکنید اگر یک جایی شما شکست خوردید دیگه اشتباه میکردید، نباید این کار رو میکردید. خیر، اگر اون کار درست بوده باید اون رو ادامه بدید، چون تاریخ یک شخصیتی داره که اون شخصیت رو یک روزی ظهور میده و از خودش نشان میده. دوستان، امشب خیلی من مصدق اوقات شما شدم و وقت گذشت. انشاءالله تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.